بفرمایید. سلام امام برس، آذریان هستم از خبرگزاری آریا. خواستم موضع دستگاه دیپلماسی ایران رو در خصوص اعتراضایی که در روسیه نسبت به نتایج انتخاباتی پارلمانی کشور که به پیروزی حزب پوتین هم منجر شده و مواضع غرب نسبت به این اعتراضات رو بدونم. سوال دومم در خصوص خبری هستش که دادستان کل کشور داده گفته که ایران از اینترپول درخواست تحت تعقیب قرار دادن دو مقام آمریکایی رو به خاطر تحریک به طور فرماندهان عالی رتبه سپاه درخواست داشته. ظاهرا اینترپول هم موافقت کرده این درخواست رو به واشنگتن برسونه. خواستم در این خصوص ایران دستگاه دیپلماسی اقدامی انجام داده. ببینید، در رابطه با روسیه و انتخابات دوما در اون کشور، مردم حضوری قابل توجه داشتند و در انتخابات شرکت کردند. رأی و نظر مردم روسیه برای ما محترمه و اون چیزی رو که اونها انتخاب کرده باشن ما به اون احترام میگذاریم. اینکه کشورهای غربی به ویژه آمریکایی‌ها عادت کردند که در همه مسائل داخلی کشورهای مختلف دخالت بکنن، این دیگه پذیرفتنی نیست. ملت‌ها این گونه دخالت‌ها و برخورد‌های از موضع بالا رو نمی‌پذیرن و بهتر آمریکایی‌ها و کشورهای غربی مشکلات داخلی خودشون رو دنبال بکنن و برای حل اونها یک راهی پیدا بکنن. ما به آن چیزی که مردم در روسیه رأی دادن و انتخاب کردن احترام می‌گذاریم. در رابطه با بحث اقدام دادستانی کل برای صدور حکم بازداشت دو نفر از مقامات ارشد آمریکایی که صراحتاً کنگره آمریکا رو تحریک به ترور یکی از فرماندهان نظامی ما کردن، این کار کاملاً جنبه حقوقی داره و به شدت پیگیری خواهد شد. هیچ کسی حق نداره نسبت به فعالیت‌های تروریستی چنین تحریکی رو انجام بده و به خودش اجازه بده که نسبت به از بین بردن افرادی که در هر کشوری جایگاه مشخصی دارن بخواد چنین تصمیمی بگیره. آمریکایی‌ها عادت به حمایت از تروریسم دارن. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی صراحتاً اعلام میکنه و مقامات کشورهای مختلف جهان اسلام رو در لیست ترور خودش قرار میده و آمریکایی‌ها همیشه حمایت کردن، فکر کردن که این کار رو میتونن در رابطه با فرماندهان نظامی ما هم انجام بدن. حتماً به لحاظ حقوقی پیگیری خواهد شد و پلیس اینترپل موظف به بازداشت و دستگیری اونها خواهد.